بیننده عزیز سلام، شبتان بخیر. معرفی تابع هستم و شما دور اصلی مناظره را بین سه گروه برتر از شبکه‌های تلویزیونی طول المر و طول نیوز می‌بینید. و مبحث اصلی گفتگوی امشب ما آیا ضرور است به خاطر ارتقای حکومتداری خوب نهادهای جامعه مدنی محلی در روند تصمیم‌گیری شامل شوند و یا که خیر؟ هفته گذشته شما شاهد بودین که گروه رنا با کمتری از امتیاز یعنی کسب 266 نمره از برنامه خدافیزی کرد، اما هنوز هم سه گروه برتر را با خود داریم که گروه ثبات و گروه دانش و گروه سال. اما هفته که گذشت گروه ثبات بلندترین امتیاز را به خود داشت و گروه برتر هفته اعلان شد که 334 امتیاز را از آن خود کرد. همچنان گروه سال در ردیف دوم قرار داشت که 324 امتیاز را به خود داشت و گروه دانش با کسب 282 امتیاز از آن خود کرد. با دارای برنامه خوش آمدید میگم. آقای حمیدی امشب با ما حضور دارند بعد از دو هفته تاخیر. خوش آمدین. همچنان خانم روشن و آقای دکتر صیب شریفی. اما خوشبختانه امشب میمان ویژه هم داریم، آقای احمدی سعیدی، آگاه اموری سیاسی و استاد دانشگاه کابل. استاد خوش آمدید، شبتان بخیر. میمان عزیز و همچنان کسایی که به صفت رهنما در کنار سه گروه برتر کار میکنن و امشب رهنمای گروه سول آقای دکتر تیمور شاران با ما حضور ندارن و به اشتراک کننده 4 دقیقه وقت دارین. بحث نخست و مناظره امشب را از گروه دانش آغاز میکنیم که به رهبری آقای شکیب شریف زای امشب حضور دارن. تو بحث امشب کلتون خوش آمدید میگیم و بحث ادامه بدیم. گروه دانش. بسم الله الرحمن الرحیم. در سنه طول تسلامون اونی که هل وران دیکم ضرورت است به خاطر ارتقای حکومتداری خوب نهادهای جامعه مدنی محلی در روان تصمیم گیری شامل شوند. ولی مدنی نهادونه ځکه مدنی نهادونه د حکومت او د ملت په منځ کې د پل حیثیت لري. همدارنګه د اساسي قانون په 15 ماده کې د دوی حقوق تضمین شوی. همدارنګه دوی د محلي ادارو او محلي کمیټو د میکانیزم څیړنه کوي. همدارنګه دوی موږ څنګه کولی شو چې دوی په دغه حکومت حوالی کې ور شامل کړو، په کم مصرف، په کم مصرف، په ښه میکانیزم موږ دلته ورته حل جوړه کړي. هغه داسې ده چې اول د ولسوالۍ نه مدني ټولنې ځوانان د هغو طرحې راخلو چې د ولسوالۍ سره شریکو او د ولسوالۍ شوراګانو سره شریکو چې هغه کې فرهنګي، امنیتي، اقتصادي او نور اړخونه پکې وي. د ټولو ولسوالیو نه طرحې راخلو ولایت ته راوړو. په ولایت کې په میاشت کې یو ځل غونډه نیول کیږي چې په دغه غونډه کې به مدني فعالان، فرهنګیان، د پانتون استادان، قدري اشخاص، والیان په دې کې به ګډون کوي. د دوی نه به برجسته طرحې به راوباسي. دغه طرحې به د مدني فعالانو سره یو ځای مرکزي حکومت ته به وړي یا کابل ته به راوړي. په کابل کې دلته یو کمیسون جوړیږي چې دغه کمیسون د اساسي قانون د 16 مادې په اساس د رئیس جمهور په فرمان دغه کمیسون جوړیږي چې په دغه کمیسون کې د ولسمشرۍ نه نیولې تر وزارتو پورې د دوی نمایندګان وي. دغه نمایندګان په افتخاري توګه دوی په دغه کمیسون کې کار کوي. دوی ټول به دغه طرحې څیړي، تخنیکي لحاظ نه، عملي لحاظ نه او علمي لحاظ نه، چې اقتصادي وي او د عملي کېدو وړ وي. په دغه کمیسون کې هم بین المللي اعضا هم په دغه کې ګډون ولري او دغه کمیسون هم کولی شي چې دغه نوموړې طرحه د نظارت لاندې ونیسي. مثال د خبرې دلته یو طرحه د امنیت ده. د امنیت طرحه وړل کیږي وزارت دفاع، وزارت داخله او امنیت ملي ته، چون کمیسون د حق لري چې د هاغه طرحې هلته نظارت وکړي. په پیل کې له دې طریقه محلي مدني نهادونه کولی شي چې د ښې حکومتوالۍ د ودې لپاره د خپلو طرحو په بیانولو کې شامل شي. په دې اساس په څو برخو کې حکومت پرمختګ کوي: ظرفیت تحولي، ظرفیت ارتباطي، ظرفیت زیربنایي کې در شفافیت حسابداری مردم و قانونمندی و توانمندی داشته باشد و باعث حکومتداری خوب نیز می باشد. سلام.
ل شکیب شریفی څخه یو نړیمنانه چې د دانش ډلې په لارښود په صفت راغلی او نن شپه په مناظره کې ونډه راسره اخیستې وه. حال نظر کوتاه از ډاکټر صاحب شریفي شما غلط کنین نظر کوتاهتان را کړئ. از گروه دانش بسیار تشکر. ما خوش شدم که مثلا اینجا چند رفرنس داده شد به قانون اساسی و یک طرح نسبتا جالبان بیان شد، گرچه یک پروسه طولانی در نظر ما بود بسیار، ولی از اینکه به طور مثال تیم کوشش کرد که یک ارتباط منطقی برقرار کنه بین ابتکارات محلی و ابتکار و مرکزی، بفکرم نقطه جالب خود می بحث می بود. آقای شریفی یک جان تشکر از شما. بیننده عزیز، شما دور اصلی مناظره بین سه گروه برتر را می‌بینید و قابل یادآوری است هفته‌ای که گذشت گروه دانش کمترین امتیاز را با خود داشت و امشب هم قرار است یکی از سه گروه با ما خدافیزی کنند. و حال از آقای سعیدی می‌خویم که نظر کوتاه خود را ارائه کنند. سپاسگزارم مکمی که جوانان خیلی بیدار حاضر شدن با همین شرایط دشوار به آینده نگری میکنن. من خیلی امیدوار هستم و تبریک میگم. پروگرام بسیار خوبی است، بدون شک ما رو کمک میکنه. تنها در سوالای بعدی که من میخوام، البته سوال نه، اگر نوبتی پروگرام گروه دانش باشه یا سول یا ثبوت، همین فرق حکومت محلی و ملی را توضیح کنن. اینا دوست گرامی ما سر حکومت محلی گپ زد، من نفهمیدم که هدفش محلی بود یا ملی بود. اصل که ملی پروسه ده، خود محلی نرا شروع ده رغلی ملی تا. بسیار تشکر از آقای شریف زای و همچنان میمان ویژه امشب ما آقای احمد سعیدی، کارشناس امور سیاسی در کشور. و حال یک وقفه کوتاه داریم، بعد از وقفه دوباره برمیگردیم. بیام سریم شب بخیر. اغلی تاسو د مناظرو اصلی پړاو لتلو لمر او تلو نیوز تلویزیونونو څخه ګوري او د ثبات د ډلې لوبډل مشر ښاغلی رضا سروري راغلی چې نن شپه په مناظره کې راسره ونډه واخلي. ښاغلی سروري، تاسو څلور دقیقې وخت لرئ، کولی شئ خپل مناظرې ته دوام ورکړئ. گروه ثبات. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در سه مناظره قبلی آمدیم راجع به نقش جامعه مدنی در روندهای تصمیم گیری صحبت کردیم، چه در موضوع فساد اداری بود، چه در موضوع انتخابات و چه در موضوع امنیت. ما میخوایم بحث امروز را با سه سوال آغاز بکنم. سوال اولی که آیا تعریف مشخصی از جامعه مدنی تا حالا در افغانستان وجود داره و ای که برای حکومتداری خوب چه معیارهایی هست، و در پایان هم نقش جامعه مدنی در حکومتداری خوب به چه اساس است و چقدر مهم شمرده میشه. متاسفانه در افغانستان پدیده نوی شمرده میشه حضور جامعه مدنی در افغانستان، اما ما فعالیت های مساجد را، فعالیت های شوراهای محلی و سنتی را داریم که در از گذشته ها در اینجا وجود داشته و یکی از این حکایت میکنه از اینکه حکومت جامعه مدنی تنها در 13 سال گذشته شکل نگرفته، بلکه از دیرباز ما در فرهنگ خود ما فعالیت های مدنی را داشتیم. و حکومتداری خوب را میتونیم از معیارهای مشخص بکنیم که شفافیت هست، قانون مداری هست، احساس مسئولیت، پاسخگویی و ای که نگرش استراتژیک به برنامه های ملی وجود داشته باشه، یکی از آپشن ها و یکی از معیارات حکومتداری خوب هست. ما آمدیم اینجا تا صدای نسل خود ما باشیم و دیدگاه نسل ما را بیان بکنیم. هفته گذشته ما تحقیقی را انجام دادیم در بین 200 جوان که در پوهنتون کابل و 3 پوهنتون خصوصی بودند که 200 نفر جوان دیگه اشتراک کرده بودند. 120 نفر از اینا آقایان بودند و 80 نفر دیگه شان بانوان. 68% تمامی تحقیق شوندگان که ما پرسشنامه برشان توزیع کردیم و رو در رو ازشان سوالات خود داشتیم، 68% اونها نظرشان به این بود که نقش جامعه مدنی در شفافیت و در پروسه حکومتداری خوب میتونه خیلی مهم و بسازا باشه. ما و در کنار از این تصمیم گیری باید هر چقدر نزدیکتر باشه بر کسانی که متاثر میشن از اون تصمیم، باید میتونه موثریت اداری عمر داشته باشه. مثلا تجربه خوبی که داشتیم برنامه همبستگی ملی بود که با ایجاد شوراهای محلی در سراسر افغانستان، این برنامه یکی از برنامه‌های موفقی بود که در 13 سال گذشته انجام شد. حکومت با ایجاد اصول زمین پالیسی را فراهم میکنه، پالیسی ازی که چطور مشارکت صورت بگیره جامعه مدنی و مردم با دولت افغانستان پالیسی ها را میسازه و زمینه سازی از او را با ایجاد پلتفرم ها و چارچوب های تطبیقی ایجاد میکنه و نقطه وصل از اینا میشه با ایجاد گفتمان ها، شوراها و برنامه هایی که اونا بتونن در روند تصمیم گیری شریک باشن. ما به دنبال عزیزتیم که تقویت بکنیم ساختارهای موجود تایی که اونا را حذفشان بکنیم، مثل کاری که حکومت افغانستان هم داده. کمیسیون جندر و کمیسیون جوان یکی از او برنامه های دولت هست که یکی از ویژگی های خاص این کمیسیونی است که فراتر از حکومت اعضا درش وجود دارن، یعنی که تنها معاون دوم ریاست جمهوری به عنوان یکی از افراد رده بلند در این کمیسیون وجود داره و نهادهای جامعه مدنی، جوانان و نمایندگان بین المللی هم در این برنامه وجود دارن. طرح مشخصی است که ما باید تمرکز زدایی
بکنیم، قدرت از مرکز به سطوح محلی، به خاطر از اینکه ما همی افزایش بتیم همی میزان مشارکت واقعی مردم را در تصمیم گیری ها، با ایجاد کمیته های مشابه با کمیسیونی که در مرکز ایجاد شده در ولایات با رهبری خود والی میتونه این طرح عملی شود و در کل ما میتونیم پیامدهای مختلفی را از این طرح داشته باشیم. دادخواهی سیستماتیک و فراگیر صورت میگیره، در این صورت همین دادخواهی و روند دادخواهی سیستماتیک میشه، گزارش دهی و پاسخگویی از محلات به ولایت و از ولایت به مرکز و دوباره پاسخگویی از او از مرکز به ولایت و از ولایت به محلات دوباره میتونه برگرده که میتونه یک ایجاد اعتماد بکنه برای مردم. در کل آنجا که حکومتداری خوب حاکم است، کمتر از بی‌نظمی، از بی‌ثباتی، از تبعیض، از ناامنی و از فساد سخن میتونم گفت. در پایان اگر ما ثبات و رفاه اجتماعی میخواهیم، باید بر روی حکومتداری خوب سرمایه گذاری بکنیم، بخاطر که یکی از مشکلات عمده ما بیشتر از امنیت و فساد داری ضعف در حکومتداری خوب است. بسیار تشکر. بسیار تشکر از آقای سروری که برمایندگی گروه ثبات امشب در مناظره سهم داشت و قابل یادآوری است که آقای نادری اما جوانترین مسئول در یکی از ادارات حکومتی به صفت رهنما در این گروه هنوز هم ایفای وظیفه میکنند. میرمن سرل نتاس خیلی کوچه در ثبات در دلی پرد در نشپ در مناظری پرد خپل ولنده اینو بلنده که. با تشکر از نماینده گروه ثبات، مرا بسیار خوشم آمد موضوع را که آماده کرده بودید، طرح را که دادید، به خاطر از اینکه اول امی صحبت شما به اساس یک تحقیقی که صورت گرفته بود به اساس از او استوار بود، نقش تصمیم گیری را در صحبتهایتان بسیار خوب شما توضیح دادی، مرا بسیار خوشم آمد، بر شما تبریک میگم، تشکر. بسیار تشکر خانم روشن. این دو عزیز آقای احمد سعیدی، آقای موری سیاسی و استاد دانشگاه کابل هنوز هم با ما حضور دارن. آقای سعیدی اگر شما لطف کنین، چون بحث مناظره آقای سروری هم به پایان رسید و در ضمن آقای یما هم به خاطر انکشاف تر نظریات خود ارائه کردن و در ضمن دارالصحبان، اگر به مکانیزم و میر شما در چند جمله کوتاه واضح بسازین. سپاسگزارم آقای سروری، حرف خوبی گفتین، اما باور من زیاد ارمانی و کتابی بود. یعنی من علاقه داشتم که بدانم که شما در قدم اول بگوین که اجزای جامعه مدنی، یعنی جامعه مدنی از چی متشکل شده، اجزایش چی است. اگرچه جناب آقای یما روشنی انداختن که من ضمناً قناعت کردم، به هر صورت سوالی از شما ندارم، وقتی که به دوست دیگه ما میرسه این آمادگی را داشته باشه که اجزای جامعه مدنی تشکر. تشکر. لکه غلی سیدی سخه یوان اړی مننه او خوشاله وی د چنچ پر سره د ځنګړی ملما پتوګر سره پخپرونه کې ونده خسته همدار از د منځري اصلي پړاو آی اړی نه د چي د حکومت ولې د لوړوالي لپاره مدني او محلي ټولنې د پریکړو په بهیر کې ونده واخلي. زموږ د بحث اصلي موضوع ده، اوس یو لنډه دمه لورو روس لدمه بیرته ګرځو. بینده عزیز، دوباره خوش آمدین. بحث مناظره بین سه گروه برتر همچنان ادامه دارد و هفته که گذشت ما شاهد بودیم که گروه صلح در ردیف دوم قرار داشت و 324 امتیاز را از آن خود کرد و حال هم به نمایندگی از گروه صلح خانم الناز عظیمی هم گرفتن که 14 وقت داریم نشه بحث ادامه بدیم. گروه صلح. منم خداوند یکتا، الناز عظیمی از تیم صلح. ما شیشه هستیم، از شکستن نمی ترسیم، گر بشکنیم تیزتر شویم. دوستان گرامی، بحث امروز ما این است که آیا ضرورت است به خاطر ارتقای حکومتداری خوب نهادهای جامعه مدنی محلی در روند تصمیم گیری شامل باشند؟ در پاسخ به سوالات دوستان ما می‌خوایم در مقدمه چند موضوع ذکر بکنم. اولی که آقای سعیدی، بحث ما سر موضوع نهادهای محلی است نه نهادهای ملی، سوال حل شد و سوالات دوستایی که اینجا مطرح شد که کماکان همگی مبهم مان، می‌خوایم ما به او سوالات پاسخ ارائه بکنم در قالب سخنان خود. در قدم اول تعریف جامعه مدنی، اجزای جامعه مدنی و وظایف جامعه مدنی ما بر شما می‌خوایم بیان کنم. جامعه مدنی شامل چی می‌باشه؟ هر فرد که میتونه اندیشمند، استاد پوهنتون، اشخاص صاحب نظر، جامعه شناسان، نهادهایی که در درون محلات وجود داره، نهادهای مدنی که در درون محلات وجود داره، اینا با نقش نظارت، ارائه پیشنهادات، انتقادات، نظارت از روند تصمیم گیری، اجرای تصمیم دولت و عملکرد دولت، پل ارتباطی بین جامعه و دولت را بازی میکنه و خواستها و نیازهای جامعه با دولت انتقال داده و به خاطر بهبود دولت و یک حکومتداری خوب در درون جامعه فعالیت میکنند.
اجزای نهادهای جامعه مدنی، افراد، اشخاص، صاحب نظران، اندیشمندان و نهادها میتونن در اون از او شامل شوند. من میخوام در قسمت حکومتداری خوب بگم. حکومت خوب چه نوع حکومتی است؟ حکومتی است که مردم از او رضایت داشته باشند. در یک کلمه عام و کلی میتونیم بیان بکنیم. با اثر نظر به گزارش سالانه ای که نهادی تحت نام آسیا فاندیشن یا بنیاد آسیایی سروی که سالانه از سال 2002 انجام میده و سروی افغان پیپل که انجام داده در سال 2015 بیان کرده 57% از مردم نارضایتی خود از جامعه از حکومت بیان کردن که این سروی در 34 ولایت در بین 9586 نفر این صورت گرفته به یک سطح عالی و بزرگ و این موضوع ارائه شده که مردم نارضایتی دارن از حکومت. پس به خاطر ساختن این روند چه کارهایی باید انجام ده؟ اندیشمندان بزرگ بیان میکنن که جامعه مدنی، اندیشمندی مانند ارسطو بیان میکنه جامعه مدنی مکانی هست که افراد نقش کلیدی رو در او بازی میکنن و همچنان میتونند از این دریچه حکومت رو بسازن. نظام ما نظام دموکراتیک است و یکی از مشخصات عمده نظام دموکراسی حضور فعالین مدنی و نهادهای جامعه مدنی است تا بتونه نقش خود در درون جامعه بیان بکنه. چنانچه دانشمندان مثل رابرت و همچنان کاپرل، ورنیان و امثال از او بیان میکنن که حکومت مردم توسط مردم برای مردم اصل دموکراسی و این میتونه فعالین مدنی یا جامعه مدنی نقش عمده را در بازی میکنه و جامعه مدنی مکانی است برای حل مشکلات. در قسمت اقتصادی که بحث های صورت گرفت سر از او که آیا موضوعات اقتصادی میتونه در این موضوع نقش داشته باشه یا نه، من میخوام بیان بکنم. توافق صندوق بین المللی پول در واشنگتن در سال 1990 بیان میکنه نقش جامعه مدنی در بازسازی کشور یکی از نکات کلیدی است. یعنی نقش جامعه مدنی رو بیان میکنه و خود یک سازمان و یک توافق صندوق بین المللی پول مطرح میسازه که جامعه مدنی نقش کلیدی رو داره. بنابراین به خاطر حکومت داری خوب شامل ساختن نهادهای جامعه مدنی در روند تصمیم گیری که روند شامل بررسی زمینه‌ها، ارزیابی، نظارت، کنترل از ایجاد قوانین و اجرای قوانین در سطح عموم مطرح میشه و جامعه مدنی نقش کلیدی رو در مطرح میسازه. من میخوام در مدت زمانی دو مثال برای شما بیان بکنم. یکی از ولایت هرات من مطرح میسازم که در ولایت هرات در مقام معاونیت والی صاحب قرار بود یک فرد گماشته بشه که از لحاظ شخصیتی مناسب از او نبود. فعالین جامعه مدنی در اونجا حرکتی رو انجام دادن و از این تصمیم دولت جلوگیری کردن، چرا که تصمیم به ضرر از اون بود. و همچنان فرمان تقنیمی حکومت که در قسمت زندان ساختن دو ساله بدون محکومیت ایران فعالین مدنی رد ساختند. تشکر. بسیار تشکر خانم الناز عظیمی. حمیدی سیبال میخوام نظر شما را هم داشته باشم. خانم عظیمی قدر خوبش بود که برای من سخت تمام میشه دوبارهش قضاوت کنم. شما در هرات یک گپ زده بودین، گفتین که ما را چانس بدین که ما دیگه هم نشان بدیم که ما دیگه چیزها را میفهمیم. امروز برای من یک گپ ثابت شد به تایید صحبت های آقای شریفی. سه چیز بسیار خوب بوده اینجا. شما بسیار و وضاحت و فصاحت بیان صحبت میکردین، تسلسل منطقی داشت، نفس میگرفتین، تبسم داشتین. و من امیدوار هستم که دیگه هم پیش برین، نمرای بیشتر بگیرین. تشکر. حمیدی سیبل تاسو خیان نړۍ مننه. ګران لیدونکو د خبرونه وروستۍ شیبې دی او تر روانه څو دقیقې وروسته به یو ډله له موږ سره مخه وکړي، خو مخکې لږه نه غواړو د ښاغلي سیدی صاحب یو لنډه وړاندوینه هم ولرو. سپاسګزارم خانم، زیبا صحبت کردین، ممنون شما. من یک چیزی را که میخوام روی سخنم هم با شما هست و به اجازه داورای بزرگوار و آقای ما، من فکر میکنم که جامعه مدنی، حکام یا حکومت ها و کسانی که همکاری میکنن مشکلات میدانن، راه های بینون رفتش هم میدانن، اما یک مشکلی در افغانستان ما هست که کی نمیدانه که جایگاه می در کجا است، وظیفه می چی است. گاهی شده در حکومت های محلی که شورای ولسوالی جای ایواز ولسوال کار کرده و گاهی شده که جامعه مدنی خود به جای حاکم قرار داده. تا تفکیک صلاحیت ها در این کشور، یعنی جامعه مدنی چی هست و چی میکنه، والی کی است و چی کار است. گاهی می دیدم که جامعه مدنی مثلا شورای ولایتی، رئیس شورای ولایتی حکم داده ایواز والی ملاحظه شد فلانی مقرر شود، فلانی بودجه. تا تفکیک وظایف و تقسیم وظایف به وجود نیاید، شما نمیتونین یک تشکل قوی و نیروبندی را برای حکومت داری خوب بسازین. درد همه میدانن، اما هر کس کوشش میکنه داکترش باشه. بنان باید فرق شه که جراحی باشه
پانسمانگر کی باشه و این استلوک کی باشه، او وقت میشه ما کار کردیم. تشکر میکنم. بسیار تشکر از آقای سعیدی و بیننده عزیز، سپاسگزاری میکنم از آقای سعیدی که دعوت ما رو پذیرفتن و میمان ویژه امشب ما هستن. و حال هم مراحل خیلی دشوار رسیده که قرار است یکی از سه گروه برتر امشب ما خدافیزی کنن و جمهوری امتیاز را میگذاریم به داورا. بسیار تشکر بیننده عزیز که تا ایدم با ما هستین و رسیدیم به مراحل اعلان نتیجه. اما در ابتدا میخوایم نظر کوتاه از آقای سعیدی رو داشته باشیم که چگونه بود ترتیب گروه ها، بحث امشب و حضور جوان ها در برنامه. نخست سپاسگزارم از نظمی که وجود داشت. اظهار امتنان میکنم از داوران بزرگوار که ما هم موقع دادن در خدمتشان باشیم و سوالی داشته باشیم. عزیزانی که دستبندی هم ثبات هم صلح هم دانش سوالاتی دادن، برعلاوه که آموزنده بود، بهره گرفتیم از آنان. دعا میکنیم که عمرشان دراز و همتشان بلند باد. ولی آنانی که این پروگرام را سازماندهی کردن، چی امکاناتی مادی و معنوی را برقرار کردن و چی به تکنیکیش، جای سپاسگزارم. سپاسگزار به این معنا که نسل جوانی برای فردا، نسل امیدواری برای فردا، نسلی که بعد از این تعصبات قومی زبانی به نزدش نیست، فقط وطنش است، مردمش است، آیندهش است. من فقط امیدوار هستم که این نسل بتانه همو رسیمان رهبری کشور به دست بگیره تا از همه تعصبات که ما کنه فکرها داریم این وطن نجات بده. یک بار دیگر سپاسگزارم. بسیار تشکر از آقای سعیدی و حال هم آقای حمیدی و اعلان نتیجه. خب بالاخره این کار سخت نوبتش به من رسید، ولی پیش از اینکه نتیجه که به اتفاق آرا ما نوشتیم و اینجا در ورق پیش ما است، مهم نیست که امروز از ما خداحافظی میکنه و کیها پیش میرن. ما در وجود شما راستی هم رهبرای آینده افغانستان رو میبینیم. با بیانتان، با طرحهایتان، با گپای نوتان این معلوم است و شما با نتیجه نه زیاد خوش شوین و نه زیاد جگرخون. ما به این نتیجه رسیدیم که خانم عظیمی که گروه صلح اینجا نمایندهش بودن، اینا 358 نمره بردن. شما جای اول دارین. گروه مقصد هر کدامش که میگم مهم نیست، خوب بودین هر دویتان، ولی آقای سروری که گروه ثبات نمایندگیش میکردن، اینا 340 نمره بردن، جای دوم دارین شما. و گروه دانش که اونا به ما گروه فعال بودن، نتایج خوب گرفته بودن در دور دیگه، ولی این بار با بردن 281.5 نمره شما جای سوم گرفتین. اینی نتیجه بود که ما اینجا نوشته کردیم. بیننده عزیز، شما فصل سوم برنامه رقابتی نامزد را شبکه‌های تلویزیونی طلوع المر و طلوع نیوز تماشا کردید و دور اصلی مناظره بین سه گروه برتر همچنان به پایان رسید و گروه صلح در ردیف اول قرار گرفت که با کسب 358 امتیاز و گروه ثبات با کسب 340 امتیاز در ردیف دوم قرار گرفت و همچنان گروه دانش با کسب 281.5 امتیاز از برنامه حذف شد. هفته بعد قرار است موردی که بحث خواهیم کرد، عدالت انتقالی یگانه راه آوردن صلح پایدار در افغانستان است و یا خیر. تا رسیدن با این شب، خداحافظ.